راجع به این عنوان صحبت کنیم. خدا به شما قوت بخشیده است. میتونید برگردید و بغل دستیتون نگاه کنید، نه برگردید پشت سرتون نگاه کنید، بگید خدا به شما قوت بخشیده. نه اینجوری فایده نداره، باید همچین با قوت بگید خدا قوت بخشیده. آها یه خود به بقیه هم بگید، بگید خدا قوت بخشیده. ما در روزهای زندگی میکنیم که باید به همدیگه اینو مرتب یادآوری کنیم که خدا قوت بخشیده. پدرای ما در گذشته ما میگفتن خدا قوت، ما نمیفهمیدیم، میگفتیم خب تعارف دیگه، ولی واقعا احتیاج به قوت خدا داریم، احتیاج به قوت خدا داریم و کلام خدا به ما نشون میده که خداوند چگونه به ما قوت بخشید. قبل از که کلام رو نگاه کنیم با هم دیگه، میخوام اینو به شما بگم، وقتی خدا انسان آفرید با یه نیت خیلی عالی و کامل آفرید. کتاب پیدایش رو وقتی با هم نگاه میکنیم میبینیم که خدا وقتی انسان از خاک آفرید، از نیستی، انگلیسی میگن داست، یعنی گرد و غبار، یعنی اصلا خاک هم نبودش، وقتی آفرید و روح خودش رو دمید به انسان، خداوند گفت نیکوست، من چیز خوبی آفریدم. تا حالا شده شما یک کاری بکنید بعد بگید که چه خوب بودا، کار خوبی کردم، چه غذای خوبی درست کردم، چطور مثلا این کارم رو به انجام رسوندم، نیکوست. خدا وقتی انسان آفرید نیکو آفرید. یکی از کارهایی که خداوند کرد روح خودش رو دمید، همونطور که گفتم. اگر ما بخوایم مقایسه کنیم با کتاب انجیل لوقا فصل آخر 24 آیات آخر با اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 میبینیم که وقتی روح خدا میاد باش چی میاد؟ قوت میاد. مسیح به شاگردان گفت بمانید تا قوت، تا روح القدس بر شما بیاد، قوت بیابید و شاهدان من بشید. پس وقتی خدا انسان آفرید، انسان بدبخت، بیچاره، ضعیف، درمانده، شکست خورده، ورشکست شده، مادر مرده، بگم همینجوری نیافرید، بلکه با قوت آفرید. قوت خودش رو قرار داد. خدا وقتی چیزی رو میآفرینه، بهترین رو میآفرینه. من هفته گذشته به بعضی از عزیزان گفتم یک عکسی دیدم، فرض کن یه آدمیه ولی به جای که پوست و مو صورت و اینا داشته باشه، تن داشته باشه، تمام رگ بودش، یعنی قرمز، تمام این تمثال تو عکس البته همش رگای قرمز بودش. گفتم خداوند چی آفریدی؟ پشت این هیکل تمام چیزی که خدا آفریده خیلی تنظیم شده، منظم، یه خوده اگه از جاده خارج بشه بعد روغنکاریش کنه، به دکتر بره بهش برسن، یه قرصی بدن، حالا سیر بخور، حالا آب لیمو بخور، حالا سرکه، به همه جور تجویزا میاد که این هیکله برگرده. خدا چیز خوبی آفریده. من الان که میومدم تنها داشتم میومدم از خونه، سوار اتومبیل شدم، آسمون نگاه کردم چه قشنگه. خداوند چی آفریدی؟ پس خدا هرگز یک انسان ضعیف نیافریده. قبول دارید تا اینجا یه توضیح بدم؟ قبول نشه بشه توضیح میدم. خدا چیز عالی آفریده. اسلاید بعدی رو با هم نگاه بکنیم. انسانی که سقوط کرد و گناه کرد،
خدا به او نشون داد که برای تو قدرت وجود داره. و امروز که من و شما مسیح ایمان آوردیم، یه چیزی نباید فراموش کنیم و اونه که قدرت خدا برای من و شما هستش. آمین. برای گاو و گوسفند و این و اون نیستش، برای سایر مخلوقات نیست، برای ما هست که شبیه او هستیم. قدرت خدا برای انسان‌هایی که به شباهت او آفریده شدن و قدرت خدا در اونهاست که کار میکنه. دیدید مثلا طرف یه اتومبیل میگیره، میگن که باید این پارت رو برش استفاده بکنی، اگر نه کار نمیکنه، فقط این بهش میخوره. یا مثلا کامپیوتر نگاه بکنی، ببینید مثلا کامپیوتر مکنتاش فقط سافت‌ورای خودش رو داره، این سافت‌ورامو یکی نمیخوره. قوت خدا فقط دیزاین شده برای ما که به شباهت او آفریده شدیم. پس خدا به ما وعده داده، البته میرسیم به اونم. این آیه رو با هم نگاه بکنیم، انجیل لوقا فصل 10 آیه 19 میگه خداوند اینجا برای اولین بار به شاگردانش اینو داره میگه، قبل از که به ما برسه. اینجا راجع به 12 شاگرد هست، میگوید اینک شما را قوت میبخشم که ماران، عقرب‌ها، تمامی قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما هرگز ضرر نخواهد رسانید. اینو کی داره میگه؟ کشیش الناتان باقستانی. خدا داره میگه. چند نفر میگه وقتی خدا چیزی میگه میشه؟ وقتی خدا در کتاب پیدایش آسمان و زمین رو میآفرید، وقتی میخواست دریا رو از زمین جدا کنه، شب و روز رو جدا کنه، گفت بشود. وقتی خدا میگه بشود، میشد. هللویا. عیسی به ایلازری که 3-4 روز مرده بود به قبر نگاه کرد، گفت بیرون بیا و شد. پس هرگاه عیسی چیزی رو میگه، خداوند چیزی رو میگه، میشه. وقتی اینجا داره میگه در انجیل لوقا فصل 10 آیه 19 میگه شما را قوت میبخشم، او کوالیفای هست برای این نحوه حرف زدن، میتونه قوت ببخشه. یک پیامبر، یک انسان ضعیفی نیست که خب حالا چیزی میگه، یه وعده میگه، حالا میشه یا نمیشه. نگاه میکنه زندگیشو، میبینی که بعضی چیزایی که گفته رو اتفاق افتاد، بعضی چیزا اتفاق نیفتاد. وقتی میگه قوت میبخشم، اون میتونه این کار رو در زندگی ما انجام بده. طبق کولسیان فصل 1 آیه 15، عیسی مسیح ما را آفریده، به وسیله عیسی مسیح آفریده شدیم و برای او آفریده شدیم. چون او خالق ما هست، چون او بر قدرت داره بر آسمان و زمین و زیر زمین، او همینطور قدرت داره که به ما بگه به تو قوت میبخشم. وقتی میگه قوت میبخشم، میتونه قوت ببخشه. آمین. پس اگر شما احتیاج به قوت دارید، به شما میگم در چند لحظه بعد با این موزه قوت خدا رو دریافت بکنید. میگه به شما قوت میبخشم. اینجا داره بهشون مأموریت میده، برن بشارت بدن، معجزات انجام بدن، شفاها بدن. ما میدونیم که ادامه این داستان اینا برمیگردن، میگن اتفاق افتاد. اتفاقا هر جا رفتن روحای پلید از مردم بیرون میومدن. میگه شما میتونید تمامی قوت دشمن رو پایمال کنید. دشمن کیه؟ دشمن ما همسایه ما نیستش، هم نژاد ما انسان نیستش. دشمن ما شریر هست و نوچه‌هاش، شیطان، دیوها، به فارسی میگن اجنه یا جن میگن، همونان از یه خانواده هستن. میگه چی؟ میگه شما بر اونا قدرت دارید. این قبل از روز پنتیکاسته، این قبل از اینکه مسیح روی صلیب بمیره و از در قبر بره و بیرون بیاد. هنوز اتفاق نیفتاده، ولی با این حال عیسی چی داره میگه؟ میگه من به شما قوت میبخشم که بتونید بر شریر پیروز باشید. هللویا. بر شریر پیروز باشید. شریر چی کار میکنه؟ ادعا میکنه که من قدرت دارم. تنها کاری که میتونه بکنه، بارها من پشت این منبر گفتم، میتونه فریب بده آدما رو، میتونه خودشو گنده نشون بده. مثل یک تیم فوتبالی مونه که میدونه نمیتونه با اون یکی تیم بازی بکنه، ولی بازه، ولی قبل از اون هی کری میخونه، ما میزنیم اتون، ما یکی میزنیم، ما دوتا میزنیم، مربی شما نمیتونه، مربی ما میتونه. ولی واقعیت اینه که مربی ما عیسی مسیح میگه شما قوت دارید، و نه فقط قوت دارید، بلکه دشمن رو میتونید زیر پا بذارید، پایمال کنید. میخوام یک مسیحی در اینجا این رو بدونه، اگر نمیدونستید تا حالا، شمایی که بشری غلبه پیدا کردید، ما نمیجنگیم که بشری غلبه پیدا بکنیم. ما غلبه عیسی مسیح و پیروزی اون رو به انجام میرسونیم، در زندگیمون اراش میندازیم، ها، ریلیسش میکنیم با اعلان بر زبان، با زبانمون. پس اگر شما آدمی هستید که میگید من نمیتونم، من
جون ندارم، من از دستم بر نمیاد، از من گذشته. یه چیزایی هست تو فرهنگ فارسی همه جوری توتیوار به ما رسیده. مثلا از من گذشته، پیر شدم. طرف جوونه، خوشتیپه، مرتبه، هنوز هیچی نشده، میگه از ما گذشته. چرا از شما گذشته؟ چرا فکر میکنی از شما گذشته؟ مادامی که شما نفس میکشید، شما ازتون نگذشته، شما زنده. این فریب شیطانه که اومده وزوز کرده، زمزمه کرده که تو نمیتونی، تو قدرت نداری. یک مسیحی بر شریر قدرت داره. قوت خدا با شماست. قوت شما، خدا در زندگی شما انجام میده. من اینو میخوام بگم. من خیلی به این موضوع فکر کردم وقتی این موعظه رو حاضر میکردم. اگر عیسی مسیح بر شیطان پیروز شده، بر مرگ که بزرگترین دشمن انسان پیروز شده، بر وسوسه، بر گناه، بر دنیا، بر لذات دنیا پیروز شده، حالا که ما او را به عنوان نجات دهنده خودمون وارد قلب او میپذیریمش، دعوتش میکنیم، میگیم بیا سلطان قلب من باش، سرودها میخونیم، او را جلال میدیم، آیا عیسای ضعیفی رو وارد قلب و زندگیمون میکنیم؟ یک شخص پیروزمند رو میگن لیکرز باخ امسال چون مربیش آقای چیچیک چی بود اون گنده فیل بیل اون نبودش امسال، اگه اون بود میبردن. این چیزیه که مردم میگن، که درسته؟ حالا اگر عیسی مسیح بر این چیزها پیروز شده و الان در زندگی ما هست، آیا بازم ما آدم شکست خورده ایم؟ چرا پس ما خودمون رو شکست خورده میبینیم؟ چرا ما خودمون رو بدبخت میبینیم؟ انسانی میدونم، سخنانی که در اطراف ما هست، فیلم ها، سریال ها، خیلی چیزایی که روحی انسان رو پایین میاره. گاهی وقتا حرفای ما به هم دیگه ما رو پایین میخواد بیاره. ولی واقعیت اینه که شما بر ماران، عقرب ها، بر تمامی قوت دشمن، اینا سمبل شیطان دور دستش هستن، شما اونا رو میتونید پایمال کنید. هللویا، شما میتونید پایمال بکنید. ما بدونیم که این شاگردای مسیح 11 12 تا آدم خیلی ساده بودن، ماهیگیر بودن، سامسون نبودن، نمیدونم چمپیونای رومی نبودن، ولی عیسی داره به چند تا آدمی که کارشون فقط ماهیگیریه داره میگه شما قدرت دارید. و چیزی میتونیم با هم بگیم؟ چیزی میتونیم با هم بگیم؟ هیچ چیز بگید، یعنی بذارید دهنتون باز بشه. هیچ چیز، چون در زبان ما قدرت وجود داره، هیچ چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید. هللویا، هرگز. بذار این موها بریزه، بذار این عضلات شروع کنن پیر شدن، ولی به شما ضرر نخواهد رسان اگر باور کنید، اگر بپذیرید. الان میرسیم به چنین آیاتی. شما پیروز هستید. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 10 آیه 19 داره میگه هرگز به شما ضرر نخواهد رسان. جمله معترضه، اشتباه نکنید که میگه چیزهای خواهد بود که به ضد شما خواهد بود. شریر هست، ما رو عقرب هستن، دشمن هست، چیزهای ضرر زننده هست، اما به شما ضرر نخواهد زد. هللویا. این اون چیزیه کلیسای اولیه فهمید که هیچ قدرت تاریکی نمیتونه به اونا تاثیرگذار باشه، چون عیسی داره اینو میگه. هللویا. مهمترین چیزی نیست که شما یه آیه رو بلد باشید. مهمترین چیز اینه که بپذیرید که گوینده اون خداییست، پشتوانه اون کسیست که قدرت همه چیز داره. شعر خیلی ها میگن، من دیدم مثلا مردم، فرض کنید، نمیخوام ناراحت بشید اگر شما چنین آدمایی هستید، مثلا با اشعار خانم فروغ فرخزاد خیلی مثلا عاشقش هستن. خب خانم فرخزاد کی بود اصلا؟ مثال دارم میزنم، کسی که آخر سر خودشو کشت دیگه، درسته؟ خودکشی کرد دیگه. کسی که خودکشی کرده چطور میتونه حرفای اون رو من تأثیر مثبت بذاره؟ امام فلانی، حضرت فلانی، دیکتاتور فلانی، چرچیل، اینا چه جور آدمایی بودن؟ انسانایی که به زندگیشون نگاه میکنی خودشون در یک جاهایی ضعف داشتن، اگه در همه جا نداشتن، یه جایی کم آوردن تو زندگیشون. من نمیدونم باید چی کار بکنم، اما عیسی با اونها قابل مقایسه نیستش. هللویا. هیچ کس رو نمیشه با عیسی مقایسه کرد، چون خداوند ماست که میگه هرگز به تو ضرر نخواهد رسید. میتونیم بگیم هللویا؟ میتونید مثل من هیجان زده بشید بگید هللویا؟ هللویا. میرید همون، فقط شعر نخونید، از این چیزا هم بگید، داد بزنید، بگید هللویا، رانندگی میکنید فریاد بزنید، بگید عیسی من داره میگه هیچ چیز به تو ضرر نخواهد رسان. من اینو گفتم وقتی همسرم در اورنج کانتی زندگی میکردیم، گفت من یه دقیقه برم بتنی بیارم،
رفت بیرون از گاراژ خونه اومد بیرون، یه صدای خیلی بدی اومد که من پریدم بیرون و دیدم یه خانمی به ایشون زده و ماشین چرخیده و کاملا جلوش از بین رفته. اونایی که دیده بودید ماشین رو، هوندای ما رو، تویوتا ما رو، خب گاهی وقتا آدم‌ها دیدید مثلا اینجور مواقع قاطی میکنن، میان با زنشون دعوا میکنن، تو چرا اینجوری که چشاتو باز کن، چه وضعشه فلان. اتفاقا وقتی یه مقدار گذشت و ماشین رو هل دادیم، حالا چیز اومد، آتش نشانی اومد، آمبولانس اومد فلان، آوردیم. یادمه که این کانتر آشپزخونه، پیشخوان آشپزخونه بود، اونجا وایساده بودیم. دستشو گرفتم نازنین رو باش دعا کردم، شیطان یه دفعه دیگه دستتو رو زن من دراز کنی خودت میدونی، به نام عیسی مسیح بندت به جهنم میفرستم، تمام نقشه‌های تو رو برای خانواده من باطل اعلام میکنم. این اون چیزه که وقتی میفهمی میتونی اینجوری حرف بزنی. این قدرت من نیست، من کسی هم که قبلا آلت دست شیطان بودم، مثل خیلی از شما، نه گناهکار بودیم دیگه. با چه پشتوانه میتونی اینجوری حرف بزنی؟ با پشتوانه انجیل عیسی مسیح، شاه شاهان، کسی که از قبر بیرون اومد، نه کسی که حالا یه چیزی گفت و رفت و کشته شد و شهید شد. سلاید بعدی رو با هم نگاه کنیم. این قدرت خداست برای شما. وعده خدا برای شما چیه؟ نه فقط خداوند برای شما قدرت داره، یه وعده هم داره. این آیه رو میخوام با هم با صدای بلند بخونیم. تنبل نشید بر دلناتان شیوه جدید موعظه میکنه، سلاید میذاره، نه کتاب بیارید، نه بنویسید، نه بگید. اینا برای خوشگلی کلیساست. من کار خودم رو دوست دارم، میخوام بهترین رو انجام. امروز براتون ویدیو ندارم، هفته گذشته داشتم، چه ویدیوی قشنگه، ولی هفته بعد حتما سعی میکنم ویدیوهایی باشه که به موعظه بخوره. حاضرید با همین رو بخونیم این آیه رو؟ حالا با هم، 1 2 3. ضعیفان را قوت میبخشد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا میکند. اشعیا 40:29. اینو بنویسید، بزرگش کنید، رو داشبورد ماشینتون بذارید، روی یخچالتون بذارید، حفظش کنید، استفاده کنید. اگر امشب خانم، من نمیدونم راجع به چی میخوام موعظه کنم، چون ایشون صبح رفت کلیسا، ما هم دیگه نیدیم دیگه، خب، ولی من داشتم موعظه حاضر میکردم. ولی موقع دعا چی گفت؟ گفت بعضی از شما اینجا ضعیف هستید، خودتون ضعیف میبینید، در دوراهی گیر کردید. این وعده خداست برای شما. اگر خودتو ضعیف میبینید، من نمیتونم، من سوادشو ندارم، من پولشو ندارم، من نم از زمینه میام که خانوادم اینجوری بودن، من که کشیش نیستم، من که ایماندار قدیمی نیستم، چیزای شبیه این، من که نمیتونم، من که ازدواجم اینطوره، من که پاهام اینطوره، من که گوشام اینجوریه، هر جور که اینطوری فکر میکنید، خداوند میگه ضعیفان را قوت میبخشد. هللویا. این آیه مال من و شماست که میگه تو رو قوت میبخشه. پس شما ضعیف خواهید بود، یا اقلا احساس ضعف خواهید کرد، در اونجا باید بگید چی؟ من ضعیف هستم، اما خداوند وعده داده که من تو رو قوت میبخشم. ضعیفان را قوت میبخشد و ناتوانان را قدرت زیاده عطا میکند. مگر این همین نیست که در انجیل یوحنا عیسی مسیح گفت من اومدم به شما حیات بدم و حیات مضاعف بدم؟ به عبارتی من اومدم قوت بدم، قوت مضاعف بدم. یعنی میخوام اینو بگم، وقتی عیسی میگه من به شما قدرت میدم، به شما حیات میدم و مضاعف میدم، میخواد بگه که من خودم رو شما دوپلیکیت میکنم، اون چیزی که در منه به شما منتقل میکنم. هللویا. اون چیزی که در من هست به شما میسپارم. هللویا. عیسی مسیح قدرت خودش رو برای ما به جا میذاره. پس شاید در زندگی ضعیف بشیم، شاید الان شما احساس ضعف نکنید. من بارها شده احساس ضعف کردم تو زندگی راجع به چیزهای مختلف، مخصوصا گرسنگی، شوخی میکنم، ضعف میاد، ولی اون موقع گشنه‌تو میشد غذا بخوره دیگه، قوت هر چیزی دارم نون آب نمیشه، ولی غذا بخوره، در یخچال وا کنی یه چیزی پیدا کنی بخوری دیگه ها. ولی وقتی ضعف این شازده پسر الان میگه من چی هستم؟ سوپرمن هستم. این قوت رو در خودش میبینه، ولی پشتوانه او چیزی نیست جز احساسات خودش، نه؟ یک جوونه دیگه، برای خودش یک تخیلاتی داره. اما پشتوانه ما کلام خداست. هللویا. کلام بدون نقص خدا که میگه من قوت مضاعف به شما میدم، عطا میکنم. عطا کردن یعنی هدیه کردن، چیزی نیست که شما باید بدید براش کاری بکنه. خب حالا بیشتر خدمت کنم، خدا من عطای بیشتر به من، بیشتر قدرت بده. حالا من بیشتر 10:1 بدم، خدا به من توانایی بیشتر بده. اونا لازمه باید بکنید. ولی وقتی میگه به شما عطا میکنم، این یک هدیه است، این یک لطفه، التفات خدا به من و شما است. خدا دوست داره این کار برای من و شما انجام بده. میتونی بگید هللویا؟ خدا رو شکر. او میخواد به ما قدرت مضاعف بده،
او میخواد ناتوانان رو از جاشون بلند کنه، بهشون توانایی بده. پس شما اگه توانایی کاری رو ندارید در خودتون نمیبینید، این آیه مال شماست. هللویا، این آیه مال شماست. بعضی چیزا رو باید یاد گرفت، باید تحصیل کرد، باید زحمت کشید، خوندش. من اینا رو میفهمم و بعضی از شما تحصیل کرده هستید، اغلب شما رفتید تحقیق کردید، رفتید زحمت کشید به اینجا رسید. بعضی از شما شاید اهل تحصیل کردن اینا نیستید، ولی در خیلی از چیزایی که احساس میکنید من قدرتش ندارم، خدا به شما داده. من دیدم تو زندگی خودم، تو زندگی بعضی که اصلا شاید هرگز همچین فکر نشدن. یکی از کسایی که در تاریخ در 100 سال گذشته خیلی نقش بسزایی تو مسیحیت داشته، آقای اسمیت بیگرزورد بود. یک کتابی ازش داشتیم به فارسی، در ایران اینجا نیستش دیگه. بعد اسمیت بیگرزورد یه آدم لوله‌کش ساده بود، یه لوله‌کش. حالا لوله‌کشی هم اینجا بعد بری درس بخونه دیگه، جزو تحصیلات محسوب میشه، بعد بری یه دوره‌ای رو بگذرونی. ولی ایشون اون دوره رو نگذرونه، اینطوری یاد گرفته کار فنی، حالا چه بخونه چه نخونه شغله. و بعد خداوند چنان مسیر روی مرد ریخت که مرده ها به وسیله ایشون زنده میشدن به نام عیسی مسیح. اسمیت بیگرزورد، بهت بگرده تو اینترنت پیدا میکنه اگر فارسی نیستش. ایشون طوری شده بود که مردم دستمال ها براش میفرستادن، دست میذاشت همچون پولس رسول در کتاب اعمال رسولان، هر جا میذاشتن شفا میگرفتن به نام عیسی مسیح. پس شما میتونید توانایی هر چیزی داشته باشید اگر باور کنید که خدا به شما این آیه رو داده. این سهم شماست، این حق شماست. آمین. اگه در ازدواجتون این ضعف رو میبینید، اگه برای آیندتون میبینید، بگید خداوند اشعیا 40:29 رو یادت میندازم. خدا یادش هست البته. بگید خداوند یادت میندازم، خودت گفتی ضعیفان را قوت میبخشم، ناتوانان را قدرت زیاده عطا میکنم و من به نام عیسی مسیح دریافت میکنم. میخواید الان دریافت بکنید؟ بگید، بگید خداوند دریافت میکنم، شفای او را دریافت میکنم، برکت مالی او را دریافت میکنم، کارهای اداریم که توش تسریع بشه، کار خدا جلو بیفته، نام خدا جلال بیفته. بیا 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 آیه بعدی، اسلاید بعدی رو نگاه کنیم با هم دیگه. پولس رسول این قوت رو درک کرده بود، مشاهده کرده بود. یکی از کسایی که در کلام خدا ما میتونیم راجبش دست بذاریم پولس رسولی که در زندگی مسیحی ها خیلی نقش بسزایی هم داره، تعالیمش درسته و خدماتی کرده. در کولوسیان فصل 1 آیه 29 کتاب بسیار خوبیه، کتاب کولوسیان. امروز که من دنبال میگشتم که آیات در بیارم، دیدم خیلی چیزا در کولوسیان تکرار کرده که تا حالا من مشاهده نکردم. سالهاست کولوسیان رو خوندم، 5-6 بار بیشتر نداره به گمانم، ولی بارها و بارها دیدم اینو تکرار کرده. چی میگه کلام خدا؟ میگه از این روز که من زحمت میکشم و با نیروی او که در من نیرومندانه عمل میکند به مجاهده مشغولم. ترجمه 1009 ترجمه جدید هستش. پولس رسول کسی بود که زحمت میکشید. یعنی اگه شما تو زندگیتون برای هدف که دارید زحمت میکشید، بنده برای خدمتم خیلی زحمت میکشم. گاهی وقتا مردم قدرشو نمیدونن، گاهی وقتا میگن این حالیش نمیشه، به پولس میگفتن ها، میگن این بی سواده. حالا دانشمند کتاب مقدس بود، ولی انقدر این خاکی بود و خدمات مختلف انجام میداد، مردم پشت سرش این چیزا رو میگفتن. او مثل پتروس نیست، او مثل اپولوس نیست، او مثل یوحنا نیستش. در کتاب اول قرنتیان ما میخونیم که اینو میگه پولس رسول. ولی پولس رسول میگه من زحمت میکشم، این در مورد خدمت داره میگه، علل خصوص زحمت میکشم و با نیروی خداونده، او که میگه یعنی خداوند، با نیروی خداونده که در من نیرومندانه عمل میکنه. این دانشه، این بینش روحانی رو پولس رسول پیدا کرده بود که نیروی خدا، قوت خدا در من میتونه عمل بکنه. مشکل بعضی از مسیحی‌ها همینه که میگن من نمیتونم، من اینجوری هم دیگه، همینه که هست. با اون شرایط سازش میکنن، کامپرمایز میکنن، این وضعیت منه، من نمیتونم از دست این چیز آزاد بشم، من نمیتونم این کارو مثل اون برادر یا خواهر انجام بدم. ولی پولس رسول یه چیزی فهمیده بود که نیروی وجود داره که میخواد در من اجرا بشه، در من میخواد انجام بگیره و من اونو با نیرو و نیرومندانه از خداوند دریافت بکنم.
شما میتونید. میگه شما، این شما شمایید و شما نیست، به قدرت خدا و به وسیله ایمان محفوظ هستید. با پتو بی پتو، هللویا، شما محفوظ هستید. چه یه روزی باشه وقتی بازنشسته یکی بیاد بگه چطوری، چه کسی نباشه، شما در حفاظت خدا هستید. آمین. ما ایمان داریم به خداوند. سلاید بعدی رو با هم نگاه کنیم. آرزوی هر مردیه که هیکلش اینطور بشه. من فکر کنم آدم قبل از که گناه کنه این شکلی بودش، سیکس پکس داشت اینجوری، گناه نکرده بود که کباب میخوره اینا فت بشه. دوم پتروس فصل 1، با سیکس پک، بدون سیکس پک، هللویا، با شکم بی شکم. دوم پتروس فصل 1 آیه 3 میگوید چنان که، دقت کنید چجوری آیه داره صحبت میکنه، کلماتو خوب نگاه کنه، چنان که قوت الهیه او یعنی عیسی مسیح همه چیزهایی که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرمونده، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده است. خداوند آنچه را که لازمه که در زندگی ما قوت به انجام برسونه داده. هللویا. ما لازم نیست که این ماه تا این ماه و این کار رو بکنیم، حالا اون کار رو بکنیم، شاید اتفاق بیفته. راجع به گذشته داره صحبت میکنه، میگه خداوند عنایت کرده، شناختشو داده که ما را به جلال و فضیلت او دعوت کرده که در اونجا بیستیم و جلال خدا رو تو زندگی رو ببینیم. اون موقع است قوت الهیه او در زندگی ما دیده میشه. برای هر چیزی، برای ازدواجم، برای شغلم، برای تحصیلم، برای هر چیزی تو زندگی من قوت الهیه خودشو بده. آمین. ما نمیریم پیش خدا بگیم بر من بدبخت بیچاره درمانده کمک کن. ما میریم فقط دریافت میکنیم آنچه که خداوند داده. اسلاید بعدی نگاه کنیم و با این تموم میکنیم که در مرقس فصل 16 آیه 17 و 18 این مأموریت کلیساست، این آخرین سخنان عیسی مسیح میفرماید و این آیات، چه آیاتی الان توضیح میده، عیسی داره صحبت میکنه، و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. گفتیم ایماندار با ایمان زیست میکنه، درسته؟ با کی خواهد بود ایماندار؟ ما ایماندار هستیم، ما ایماندار هستیم. خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد، اجنه را، و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت و مارها را به دستهایشان خواهند گرفت و هرگاه زهری کشنده بنوشند گزندی به آنها نخواهد رسید و دست بر بیماران خواهند نهاد و آنها شفا خواهند یافت. به میان قوت خدا، خدا این قوت رو به من شما داده که وقتی دست میذاریم مریضا شفا پیدا کنن. چرا بعضی مریضا شفا پیدا نمی کنن؟ چرا بعضی وقتا اتفاق نمی افته؟ برای اینکه ما اینو شاید متوجه نشده باشیم، شاید برامون جا نیفتاده باشه که من قوتشو دارم به نام عیسی مسیح. آیا مرض نخواهد بود؟ هست. درد نخواهد بود؟ هست. اما قوتشو دارم به نام عیسی مسیح. آیا من بدم که خدا من شفا بده؟ نه، اصلا ربطی به خوب بودن بد شدن بد بودن شما نیست. خداوند وعده داده که شما به وسیله این اراده خداست که به وسیله این چیزا نام او را تو زندگی خودتون و در دنیای اطرافتون جلال بدید. او قوت داده به شما، او شما را قوی آفریده، او به وسیله قوتش وارد زندگی شما شده، او کنار شما هستش و حالا به شما قدرت داده که اینو به دیگران هم منتقل کنید. پس اینطور نخواهد بود که من فقط فرزند خدا هستم بعد برای خودم و برای اطرافیان خودم این کار رو انجام بدم، بعد برم و برای دیگران اتفاق بیفته. وقتی میرم خرید میکنم، وقتی دارم با یکی بیزنس میکنم، وقتی دارم با یکی حرف میزنم، اون احتیاج داره، بعد براش دعا بکنم. عیسی اینو برای اون داده. هیچ گزندی بر تو نخواهد بود. وقتی میگه هیچ گزندی بر تو نخواهد بود، دیگه نباید بترسی تو. او قوت خودش رو به ما داده. آمین. مرقس باب 16 آیه 17 و 18 من با این زندگی میکنم. خداوندا تو گفته ای، عطایا رو داده ای برای بیماران، برای اخراج ارواح، برای صحبت کردن به زبانها. این آیات با ما خواهد بود، هللویا، و تو با ما هستی. با آخرین سلاید عیسی میگه برید و دنیا رو تغییر بدید. هللویا. او فقط نمیخواد ما رو تغییر بده، او میخواد ما بریم و دنیا رو تغییر بدیم.
تغییر بدیم. او میخواد که ما بریم و زندگی مردم رو با محبت خدا آشنا کنیم. آنچه که مفت یافته ایم مفت به دیگران بدیم. او از ما دعوت کرده که با او همکار باشیم. او ما را میفرسته، در آغوش میگیره، محبت میکنه، دستش رو ما میذاره، مسحمون میکنه و میفرسته به دنیایی که احتیاج داره. آیا حاضر جزء این تیم باشید؟ آیا حاضرید که شما دست پای عیسی مسیح باشید؟ آیا حاضرید که عیسی از شما استفاده کنه تا مردم شفا بیابند، دیوها بیرون بیاد و زندگی‌ها عوض بشه؟ به خداوند لبیک بگیم. بیاید با هم دعا بکنیم.